دو تا راننده سر مسافر با هم دعوا میکردن. تو با قفل فرمون چی میگفتی اون وسط؟ من کارشون نداشتم. من داشتم قفل فرمون رو باز میکردم. ماشینم تو پارک بود. بازم از پارک بیام بیرون این دو تا راه رو بند آورده بودن. با هم دعواشون شده بود. چرا داری چرت و پرت میگی؟ اگه تو دعوا طرف اون نبودی واسی زدی شیشه ماشین منو شکستی. من نشکستم. خانم شما فعلا بیرون تشریف داشته باشید صداتون میکنم. من وکیلشم. این وکالتنامه خدمت شما. جناب سرما شهاد از غیب رسید. طرف حاضر پول وکیل بده، حاضر نیست پول شیشه ماشین منو بده. آه نه، پول نمیدم که خانومه. خانومم وکیله. همین وکیل خانومم هستش دیگه. جناب سرما میدونی من الکی داستان برام به وجود میاد. بعد اینو ما تنظیم کردیم که دیگه کارا سریع ردیف بشه دیگه. بعد من نشکستم. واقعا نشکستم. پس کی شکست؟ چرا این وکالتنامه اینقدر لت و پاره؟ چرا اینقدر چربه؟ این همیشه همراه منه دیگه، چون مشکل زیاد پیش میاد بعد همیشه تو کیفم باشه. آره اینقدر داستان برای من به وجود میاد این همش داره استفاده میشه. دماغت چی شده؟ چارا. چیو چارا؟ خانم چرا منو نگاه میکنید؟ بی خود برای من کیسه ندوزینا. ادا حال بدا رو در من خودم دارم آخر خط حال بدا مسافر میزنم. من نذارم خانم. همونی که دماغ منو زد همونم شیشه ماشین تو رو شکست. چرا داری چرت و پرت میگی؟ بله. مگه این دست تو نبوده؟ مگه با همین شیشه نشکسته؟ دست من بود ولی اون که زد دست من نبود. تو داری مزخرف میگی؟ بله اجازه بله. بدین من یه مثالی الان. نه نه امید جان اصلا مثال نزن. نه مثال بزنیم که قشنگ متوجه بشه. ببینین شما هر توپی به دست بخوره هنده؟ نه توپ به سر بخوره هنده، توپ به پا بخوره هنده، توپ به شکم بخوره هنده. آقا شما بازی دیشب رو دیدین؟ بله. تونی کروس توپ به دستش خورد، داور پنالتی گیره؟ نگرفتی که به خاطر یه توپ به دستش خورد، توپ به دستش خورد، دست به توپش نخورد. یه قانون عوض شده، دست به توپ، توپ به دست، همه مدل هنده. قربون آدم و چیستم، آقا هنده، هنده، هند. آقا این پول ما رو بدیم بریم هنده دیگه. نه، صبر کن. دست بسته بود، دست بسته بود. برو آقا، بازی براتون در آورد دیگه. شما برای لاپوشونی گندکاریاتون نمیخواد از اون داور بنده خدا مثال بزنید. چند روز دیگه دوباره کلاسیکای دیگه میبینمتون موقع. یعنی میبینم. موقع شما میخواین اینجا بمونی؟ بله من میمونم، همینجا میخوام بمونم. امید تمومش میکنه یا تمومت کنم؟ چرا من تموم کنم؟ این تموم کنه. جناب فرمان همسر من غلط کرد، ما خسارت ایشونو پرداختیم. چرا من غلط کنم؟ اینو ببخشید. این غلط کنه، این غلط کنه. آقا من غلط کردم. پولمون رو بذار بده بریم تو رو خدا. اصلا تو همینجا بمون، همینجا بمون. چرا؟ دلم برای تنگ شده بودا. میگم خیلی از اون پول گرفت و نامرد. بله برای اینکه گفت قیمت شیشه کشیده بالا. همه چی میکشه بالا جز این بخت و اقبال ما که نمیکشه بالا. لامصب همین جا باید بشه. آدرسشو بلدی خانم. موکلم بوده ها، موکلم بوده. شفاست میگه موکلشه دیگه، داشته باشه آدرسشو. این آقا حامد داماد مطلقی که طرف حساب شما بوده پولتو نداده. واسه چی انتظار داری عروس مطلقه پول بده؟ خب گفتم شاید عروس مثلا لباسای اون شبش ریخت و ظاهر و اینا خوشش اومده باشه، بعد مثلا بخواد فیلمشو داشته باشه. که چی بشه؟ آه ببخشید یادم نبود، به عنوان رزومه به خواستگار بعدی قراره ارائه بده. خانوم حامد حتما آدم حسابی بوده که از این حامد قالطاق جدا شده. بعد گفتم مثلا ورزشکار مرام پهلوانی بذاره کندرغاز ما رو از این مهریه تمام کمالش بده. حامد اگه بره کنار من میفهمم خروجی کجاست. فکر کنم باید خروجی اردن توپ به دست با دست به توپ فرق میکنه. من اینو چجوری باید حالی اینا بکنم؟ من... توپ به دست با دست به توپ چه فرقی میکنه؟ هنده هنده هنده. این قوانینو بلدی؟ بله معلومه که بلدم.
باشو. عاشقتم پریسا. پریسا، من تو رو نداشتم چیکار میکردم؟ نه جدی میگم، نصف اون چیزایی که تو فروختی من اصلا روم نمیشد بالاش پول بگیرم. چی واقعی باشه؟ آه، امید گفت بهش زنگ زدی. نه بابا، گنج کدومه؟ واقعی چی شیه؟ موکل عتیق فروش؟ عتیق فروش میخوای چی کار؟ اون متهم به قاچاق عتیقه بود، یه وقت نری سراغش. نه، اسمشو یادم نیست. پریسا، بی خیال گنج و این قصه هاشو، شر به پا نکن. معلو کار دارم، خدافظ. بابا، خانم بکی؟ بابا، خانم مربی؟ ببخشید، سوره؟ نه کنه قاضی حکمش عوض شده، سرزده اومدی سراغ من. نه، شما قانونا همون مایستت و سکت رو میگیری، قرارم نیست چیزی عوض بشه. من فقط اومدم اینجا یه خواهشی ازت دارم. ازت میخوام خودت یا شوهر سابقت یا اصلا هر دوتاتون پول فیلم عروسی رو طبق همون قول و قرار اولتون تسویه کنید. که شما قبل آماده شدن فیلم دادخواست طلاق دادید، مشکل اون نیست که فیلمو ساخته. هزینه فیلم برداری با دوماده، همون که دو هفته گند زد به زندگی. 15 میلیون تو مایه سه تا سکه رقمی به حساب نمیاد، ولی زندگی ما رو تکون میده. الان داری به خاطر قیمت سکه دبه میکنه واسه عقل وکالت؟ نه، فقط میخواستم بگم تو شوهر سابقت که لنگه همین، اصلا واسه چی از هم جدا شدی؟ تو چرا با کسی که لنگ 15 تومن داری زندگی میکنی؟ باشه، مشکلی نیست. خداحافظ. سلام، ببخشید بعد موقع بهتون پیام میدم، ولی چون گفتیم به محض اینکه خبری شد بهتون اطلاع بدم، خواستم بگم کلاگیسا تا دو سه روز دیگه میرسه تهران. دیگه یه هفته دیگه بارو ترخیص میشه، ما شرمندگی شما در میاد. بریم آقا. کجا تشریف میبرید؟ اول میریم میرداماد، بعد خیابون فرشته، شب هم میریم سمت فرودگاه ما. چشم. سلام گلم، کلاگیسا تا دو سه روز دیگه میرسه دستت، خواستم از نگرانی درت بیارم. خانم ببخشید، من قصد فضولی نداشتم، همینطور ناغافل شنیدم. شما تو کار کلاگیسینا هستی؟ من تو کلینیک زیبایی کار میکنم، کار کلاگیسا هم انجام میدم. شما مورد چیه؟ احسندو، راستش من دنبال کاشتمو بودم، یه چند مرتبه هم تا دمش رفتم، ولی از شما چه پنهون دوچار خوف شدم، رعب و وحشت. کلینیک ما کار کاشتم انجام میده. واقعا؟ چطوره؟ نه، شما همون کلاگیس بیشتر به کارت میاد، یعنی اصلا مقرون به صرفه نیست با این شرایطی که من دارم میبینم. نه، اصلا شدنی نیست. آنو، شما جای خواهر ما، کلاگیس تابلو مابلو نیست؟ آقا تابلو چیه؟ کلاگیسای ما همه از خارج میان، از مهد تمدن کلاگیسای جهان، هندوستان، آمیتاب بچه، شاهرخ خان، سلمان خان. زنده باد، احسنتون، شهرام خان، آمیتاب چاپان، اینا که همه از خودمونن. خانم، همین موردی که میگید یه هفته دیگه ترخیص میشه، من همینو میخوام. نه، اون مشتری پاش بایی زده، اینا پیش پرداخت دادن. آقا چی پیش پرداخت داده؟ پیش پرداخت نقد نقد خدمت شما. خب باشه، حالا من میتونم رسید بدم بهتون، اسمتون رو میذارم تو نوبت. نوبت کدومه خانوم؟ من گیرم، عروسیمه، 10-12 تا دیگه از همین میخوام هفته دیگه. 10-12 تا؟ آره دیگه، ما خانوادتاً دیپلم که میگیریم این کله میشه که انهو کف دست. مشکل RNA در صورت جنتیکیه، گفته باشم؟ خب هزینهش زیاد میشه ها، الان میدونی که کلاگیس گرون شده، اونم کلاگیس موی طبیعی. پول هست، شما نگران اونش نباشید. رو تعداد تخفیف هم میدیم دیگه، درسته؟ نه، شما
میدونی آخه کلاکس طبیعی قیمتش مخطوعه، شما خیالت راحت باشه. فقط این رسیدتون رو من به نام کی باید بنویسم؟ شما آقای نامشاد چی؟ نام اسم نام شاد بامشاد نامشاد. اسم بامشاد، فامیل نامشاد. بنویس. بگی دیگه. شما رفتین دماغ عمل کردین؟ خب راستش بخواهید مولاتون بد نیست، ولی نمیتونم به قیمت بردارم. بازارا کساده، خورده تو سر همه چی. تو سر هر چی خورده باشه تو سر این کنسول بازی نخورده. اگه فروشنده باشین اونم برمیدارم. بگم بچه بیان اگه خریدار باشی من فروشنده. نه بابا حسنا، این یه دونه رو اگه بفروشین دیگه نمیشه خریدا. خب اگه هر جور که نشه. مگه گلپوچی تو من ندارم؟ نگران نباش، من بلدم سر خودم رو گرم کنم. جاره شرمنده تو چرا؟ اونی که باید شرمنده باشه نیست. داستان این بدهی چیه؟ نکنه دوباره سهیل گند زده. من هیچ وقت نفهمیدم مصطفی کی به سر این زد اون جواهر رو بردارم. تو انکه اون افسر انگلیسیه حشمت و کت و گل بسته و برده انداخت و خونم. انقدر زده بودنش که مغور اومده بود دست کجی کرده و اون جواهر رو برده برای خواستگاری عقیق. افسر انگلیسی اومده بود پیه جواهر. آجی ارباب سفت و سخت بایستانه بود که ما تو خونمون دوست نداریم. از خودم یه خبر انگلیسی کوتا نمیموند. میگو اگه شده وجب به وجبه این باغ و شخ بزنم، آجور با آجور این خونه رو در بیارم، پیداش میکنم. مصطفی هم نگران آب روی آجی ارباب بود، هم نمیخواست اون جواهر دست اش نمیموند. میخواست اون جواهر ببرم فروش کجاست؟ بابا تو ازدواج که دیگه اخفا نکنید. اقبال اقبال آفرین آفرین. اقبال کجایی؟ مواظب باش بابا اینا بیرنگی ها، یه وقت بخوره این برابر. احتیاط کن واسه باشه. البته برو تو قدت کوتاه‌تر جلوتر بری بهتره. آره دیگه تو قدت بلندتره. یا برو آره همین و همینجوری بری جلو. بلا رو مواظب باشا. ممنون. برو ایبار بود ببخشید یادگاری عباس ارغنویه برای پاتختیمون رو برده بود. ببخشید اینو نبر. حالا ببخشید بار بیجم
میشه اینو یه چند روزی نفروشی؟ خب من طلبامو دارم جمع میکنم، وسوسش برمیام، میام خودم میخرم ازت. این بابا اصلا دوست داره. شرمنده این برای بچه‌م داشتم. ما به شما نه، برای بچه است. برو باشه. چرخ گوشتم بهش میگفتی، میگفت برای بچه میخوام. بچه شد. صد تومن هم نشد. ای بابا، این که 5% وام هم نمیشه. نماینده بانک گفت حداقل باید 30% باشه. خب اینجوری بریم بانک ضایع میشیم که. شیطونه میگه بلنشم برم دفتر اون تهیه کننده که پولمو نداد. کدومشون؟ ها؟ کدومشون؟ همون که رفتم طلبمو ازش بگیرم، گلدون افتاد رو پاش شکست دیگه. که چی بشه؟ خسارت گلدونشو بده یا بزنه اون پای سالمش هم بشکنی. وای سارا، هزار بار باید من اینو توضیح بدم. آقا من نشکستم، من نشکستم، من رفتم اونجا. امید جان دوباره این مثال دست به توپ توپ به دست تو برای من نزن. تو رفته بودی اونجا طلب تو بگیری که دعوا شد، گلدونم دستت بود، پای اون یارم دقیقا با همون گلدونه شکسته. حالا چه فرقی میکنه پای اون خورده به گلدون یا گلدون خورده به پای اون؟ حالا فرق که میکنه، ولی که پیرمرده تو مصاحبهش به جای اینکه بشینه در مورد تاریخ مبارزات دهه 20 حرف بزنه، قصه عشقی و گنج قلابی و مصطفی و اون از اون ور پرید اینجا و این رفت زندان و فلان این چیزا رو بگه، آقا به من ربط داره؟ آقا من کارامو کردم، پولمو بدین دیگه. راستی پریسا راجع به مصاحبه به تو هم زنگ زد؟ آره بابا، 2-3 بار به من زنگ زده. حالا هرچی من بهش میگم، این پیرمرده اسماعیل مریض بوده، رو مورفین بوده، اصلا حرفاش حساب کتاب نداشته. میگه نه نکنه یه وقتی به گنج ربط داشته باشه. چه گنج؟ بخت ما اگه بخت بود. خیلی با خودم کلنجا رفتم بهش فکر نکنم و... ولی به چی؟ چی؟ اینکه مصطفی نکنه اسمان. نکنه سهیل وسوسه شده. سهیل صد بچه شما از آدم این کار نیست. یس هست آدم این کارا؟ ها؟ نی؟ من هر چی فکر میکنم به نظرم میاد که هزار یک کلمه است دیگه. گفتی میخوام زن بگیرم، گفتم تو نه کار درست حسابی داری نه عقل معاش، گفتم یا نگفتم؟ هزار جور ادا اطفال در وردی که اگر من مرضیه رو نگیرم دیوونه میشم، چون اینو چنا میشم. گفتی یا نگفتی؟ آخرش چی شد؟ من مجبور شدم دار و ندار خودم و مادر خدا بیامرز تو نصف کردم، چیرینگی دادم به تو که دیگه به خواهرت کاری نداشته باشی. اون وقت تو چی کار کردی؟ سهم خودتو به باد دادی، یه عروسی خشک کاری هم واسه این مرضیه بدبخت نگرفتی. الان 4 سال همینجوری منتظره. الان هم معلومه بعد 4 سال تکلیفتو چیه. بعدش هم که رفتی خونه خواهرتو به باد دادی، تو غیرت داری؟ چرا قاطی میکنی شما؟ بله قاطی میکنم. من 10 روز 15 روز دیگه میام پولو بهتون میدم. تو گفتی 2-3 روز دیگه، الان شد 10-15 روز. بس از دعواتو نرخ برای من تعیین نکن، من خونه پرشو گفتم میام پول. سهیل اگه تو پول اینا رو بر نداری بیاری بدی، بانک خونه اینا رو بگیره، من خودم ازت شکایت میکنم، مستقیم با دست خودم میبرم ات میدم زندان. باشه باشه، من الان باید برم. خدا اشکال نداره بابا، آروم باش. برم کن جمعش کن. بله. بابا جون از شما هم دلخورم، پنگون از من عقلتون رو دادید دست این بچه. بابا این سهیل آپارتمان خودشو فروخته، همه این پولشو برداشته گشته تو چلتاق، بورس و بورس دازی بردار داده. نه آخه
سهیل کجا بود؟ نفهمیدم، ولی هر جا بود دوروبر شلوغ بود، بارو بندیلش هم همراه شد. شنیدی قبل از اینکه قطع بکنه بلنگو چی گفت؟ چی؟ This is the last flight announcement for Tehran. فلایتینگ انانسید ویلکام تهران. اعلام کرد آخرین اعلام برای پرواز تهرانه. که گفت دو هفته دیگه میاد. بفرمایی. اقبال هستم. شما؟ خانم محترم، اگه آدرس هم عوض شده بود به نظرتون خودم جواب میدادم؟ نه، آدرس هم همینه. امرتون. کجا بیایی؟ نه خانم، من دارم تعطیل میکنم، مغازه بسته است. برای شما فوریه، برای من هیچ فوریتی نداره. فردا صبح خانم. کی گنج پیدا کرده؟ ها، قراره گنج پیدا کنه. ببینید خانم، این حرفا رو پشت تلفن که نمیزنن. فردا صبح اول وقت در خدمتتونم. خدا نگه. خداحافظ. خداحافظ. دستگاه چند منظوره خورد کن و برمیداره میده بار بود سمساری آمی کار چی بود آقا برداشت امید زن سارا زشته. سهیل شاید از روی نفهمی پول به باد بده، ولی دیگه پول خور نیست که، اونه پول ما. دارم دیوونه میشم اصلا، هیچ کدوم از حرفاش با هم جور در نمیاد. یه بار میگه دو سه روز دیگه میام، یه بار میگه دو هفته دیگه میام. چی میگه آخه؟ تو مطمئنی که بلنگوی فرودگاه گفته پرواز تهران به فلایت تهران تو فلایت مود؟ فلایت 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 نه چیز. شما چرا زحمت میکشیم؟ من خودم انجام میدادم. چرا فکر کنم ناراحت شد. تابلو ناراحت شد. خیلی بد شد. من از شما ناراحت نشدم بابا جان. یه وقت فکر نکنیم ما به سهیل شک کردیم. بابا سهیل انگار برادر داداش. شک کردن که اشکال نداره بابا جان، قضاوت کردن اشکال داره. اتفاقا شک کردن بعض وقتا خیلی هم خوبه، به شرط اینکه کمک کنه دنبال حقیقت بره. ممنون، این خیلی خوش. اگه شما میخواین بری فرودگاه سر از کار سهیل در بیارین، برین. فقط شام بخوری، بعد از شام برین. حتما هم برین. رو دروسی نداریم که. امید بیا دیگه. خوب شد؟ مطلب گردموله رو من دریافت نمی کنم. ببین، میخوام با این سهیل رو به چنگش بیارم. حالا چرا گردموله؟ گردموله یه فوتبالیسته، اسطوره دوران کودکی مون، خیلی گلزن خوبی، همیشه دوست داشتم نزدیک ببینم. سلام، خسته نباشید. ببخشید، پرواز هند که میشینه؟ پرواز کجای هند؟ کلکته، دهلی، حیدرآباد، گوا، بمبئی. هند دیگه، کلا هند، ایندیا. اولیش 4 ساعت دیگه اگه تاخیر نداشته باشه. پروازه هند چقدر طول میکشه؟ کجای هند؟ کلکته، بمبئی، دهلی، حیدرآباد، گوا. کلا هند. حدود 8 ساعت اگه توقف نداشته باشه. با عرض پوزش. سهیل چه ساعتی تو فرودگاه؟ کدوم فرودگاه هند؟ کلکته، بمبئی، دهلی، حیدرآباد، گوا. سهیل 3-4 ساعت پیش به ما زنگ زد. حالا خیلی مونده تا برسه، بیا بریم. ببینیم، میگم یه قهوه چیزی بخوریم، خیلی زمانمونه، خوابمون نبره.
تو که قهوه دوست نداری، همیشه میگفت تلخه. تلخه دیگه چرا؟ بالاخره زندگی تلخی ها و شیرینی ها رو با هم داره دیگه. باشه، برو بگیر. آن چیزه، من سریع اومدیم، بولم دیگه. خیلی خوب، بشین من خودم میرم میگیرم. باشه، دست در نکنم. چرا؟ تو کافی آور منی. سلام، خسته نباشی. خارجین؟ خارجین؟ How are you, what the firm? یه question. یورو چرا انقدر گرون شده؟ یعنی چیکار میکنیم که انقدر گرون میشه؟ We in Iranian night sleeping. Goodbye. صبح. Good morning. همه چی expensive. گرون. همه چی. And after going street دوباره همه چی expensive. های. گرون. و هم شیشه. شیشه چقدر expensive. واقعا چی کار داریم؟ هم شیشه زپرتی مرده شورتون رو ببرید. درست صحبت کن. ایوا. مارسی هر میزنیم. مال کجای اروپاییم؟ همین دیگه. مشکل من با شما اروپایی هم که معاشرتی نیستیم. کجا اروپایی؟ Where are you from? بهت میخوره آلمانی باشی. مثل ساعت دقیق اما خشک و سرد و خشن و اینا. آلمانی دیگه آلمانی. گرد مولر. هیتلر. هیتلر! دست تو بیار پایین. چیه مگه؟ هیتلر. دست تو بیار دیگه. چی کار میکردم که؟ مکان عمومی باشی؟ کار بدی نمی کنن که مکان عمومی خصوصی نداره که. گفتم ها هیتلر دیگه. حالا چیه؟ شما زدین کل دنیا رو ترکونی، من میخوام دستم ببرم بالا بگم هایتلر اشکال صدا تو بیار پاس. من صدام همین جوریه، من اصلا همین جوری صحبت میکنم. ما در زمان جنگ با شما اعلام بی‌طرفی کردیم. بعد شما وارد جنگ شدی، من خودم جنگی ما با من درست صحبت کن. من به این خاک ارث دارم، تو نمیتونی تو خاک مملکت من با تو بیا بالا ببینم بابا. آقای پلیس، من وکیل شوهرمم، اینم وکالتنامه‌اش. خوارم ببخشید یه سوال پیش اومد. این اصالت امضاتون اوکیه؟ واه آقا، این چه حرفی میزنی؟ میخواییم بدین یه بار دیگه امضا کنم؟ نه من بر اساس اعتماد میرم. خوارم ببخشید، فقط این کلاگیسا های کپی نیست که. اینا مال اصل هندوستان، سلمان خان، شاروخ خان. خدا حافظ آقا. ای والا، شهرام خان، سلمان خان. برمیگردی به یارو میگه اگه ایرانی هستی چرا انقدر کمرنگی؟ آدم کمرنگ و پررنگ داریم، این همه آدم بور تو ایران داریم. حالا اصلا فرض کنیم یارو خارجیه، تو نژاد پرستی، خجالت نمیکشی؟ چون زبون ما رو نمیفهمه باید تو روش برگردی بگی مرده شورتو ببرن؟ امید دارم با تو حرف بزنم. خوابی؟ فوتیز من کافی تو هر شیر تکیه برم ببین تو فقط نگاهت به گیت ورودی باشه. خب شر به پا نمی کنی، آروم باهاش میای بیرون، گمش نکنی. چرا اینجوری حرف میزنی؟ جارا خواب دیدم رفتیم خارج. از کجا فهمیدی سوهیل داره میاد؟ برای که مرسی اومده دنبالش. من میدونستم اینا دستشون تو یه کاسه است. من پدر بشین شر به پا نمی کنی، حواست فقط به سوهیل باشه. منم میرم سراغ مرسی. خواهشوهرشم
شوهرشم شیمینم چجوری میکنی؟ تو میدونستی سهیل امروز میاد، برای همین الان اومدی اینجا. پس از همه چی خبر داری؟ بگو ببینم ماجرا چیه. چه ماجرایی؟ خودتو به اون راه نزن. سهیل به ما گفته بود دو هفته دیگه میاد، برای چی رو گفته بود؟ میخواستیم فرار کنیم؟ کجا میخوای فرار کنیم؟ فرار کنم؟ آخه من ازت میترسم بخوام فرار کنم؟ سهیل جانم گفتش که چند روز با هم دیگه بریم شمال، همین فرار کنی. آخه شما دوتا چرا یه روده راست شکمتون نیست؟ چرا راستشو نمیگی؟ خودت ببین چیکار کردی که سهیل جانم راستشو بهت نمیگه. من چیکار کردم؟ من سند خونمو گرو گذاشتم که وام بگیره، امید بیچاره زامن شد. چیکار باید میکردیم که نکردیم؟ شما دوتا این نشستی واسه پول خرمه ها چه نقشه‌ای کشیدین؟ نقشه؟ من همچین آدمیم؟ دست درد نه، دست درد نکنه. دست من بشکنه که هیچ وقت نمک نداشته واسه شما. 4 سال نشستم داداشت یه عروسی واسه من بگیره. هی وعده هی وعید. یه کلام به شما قرض زدم به روتون آوردم. به من میگه نقشه. پول خرما همشون ضرر شد. از حمل و نقل و اجاره انبار بگیر تا آخرش که بوز خرید. یعنی چی؟ الان یعنی هیچ پولی در کار نیست. من خودم یه پیشنهاد بهش دادم که زرزیان همه تون جبران شد. به خدا راست میگم. دو هفته دیگه بیام. چرا الانم دو هفته دیگه هستی که اومدم استقبالت. اینو ول کن، اینو ول کن، پلیس خبر میکنم. شلوغ بازی در نیار، بازی دیگه تموم شد، مرضیه پیش ماست. من مرضیه پیش شما چیکار میکنم؟ مرضیه کار نداری، با خودت هم کار داری، با پولا کار داری، با پولا کار داری. پول این تو نیست که بابا، ولش کن. الان بیرون اصلا بیا تو منو اصلا خودم میبرم پیش پلیس. را بیا تو منو بلند شو، تعارض نکن بابا، باشو ببینم من تو نمایی نکن. بیا ولش کن، ولش کن، بیا ولش کن. آقا این بر نیار، شیشه خورده ریخته، دم پایی سفسته بودا. این دستپنده اینجوری که هرچی بیشتر بکشی سفتر میشه. این رسی اینو؟ من خودم نمیدونستم دیگه. من هی میکشیدم هی سفتر میشد. هی میکشیدم هی سفتر میشد. ساعت چنده رسی؟ ساعت هفته. اه کی هفت شد؟ نیم ساعت میشه.
شیشه چقدر گرون شده. ریتم افزایش قیمت شیشه با گرون شدن بقیه جنس ها اصلا نمیخونه. شیشه خیلی تونده. قرار بود وسایلمون رو بفروشیم، قسط بانک رو بدیم، دار و ندارمون رو فروختیم، تو دو روز همه رو دادیم پول شیشه مردم. خیالت نباشه، شیشه گرون شده، کلاگیس هم گرون شده دیگه. کلاگیس ها رو بفروشیم جبران میشه. جبران میشه چیه؟ ما حتی سودم میکنیم. اینجا؟ پس کجا؟ من نمیخواستی بری شمال. سارا خانوم گفته باشم اگه بخوای آقا سهیل من از ماشین بیرون کنی من یک ثانیه تو ماشین تو نمیمونم. پس نه فکرت قرار بمونی اینجا؟ من ببین من چی کار؟ تو هیچی نگو، هیچی نگو. من یعنی من بشینم دیگه؟ من بشینم؟ بشین سر جات. نه بریم. دست شما درد نکنه. واقعا که سارا خانوم بفرما. خوش بگذره. بیا بریم. دم شما گرم. بیا. مرضیه. بیا. حقشون بود. بابا این قلق داره. صد بار گفتم که وقتی محکم خاموش کنی در سر انقباض انبساط سوزن ژیگلور آسیب می‌بینه، کاربرات خفه می‌کنه. فلش کن. بذار بگم هول بدیم. سهیل بیا هول بده. بیا ببینم. عجب نامردیه سهیل. نرو بیا هول بده. چیز خاصی مدد. آقای اقبال؟ چهرتون آشنا میزنه ولی مغزم مدد نمی کنه که کجا دیدنتون. سوسن خانوم؟ نه من پریسا خانوم هستم. دیشب خدمتتون تماس گرفتم. چند سال پیش که متهم شدیم به قاچاق عتیقه. من منشی همون خانم وکیلی هستیم که نتونست، یعنی نخواست تو محکومیت من تخفیف بگیره. امرتون، کاری از من ساخته است، در خدمتم. راستش میخواستم بدونم چجوری میشه فهمید کسی درباره گنج راست میگه یا دروغ؟ گنج اگه دروغ نباشه تاریخچه داره، شخصیت و موج داره، تو کل تاریخ بشریت پشتش حرفه، زبان به زبان، سینه به سینه میچرخه، اهل فن در موردش حرف میزنن، نظر میدن. گنج شما تاریخچه داره؟ گنج من که نیست. راستش اصلا نمیدونم که گنج هست یا نه. خب چی میدونین؟ خیلی کم، در حد اینکه حدود 80 سال پیش دو تا پسر جوون رو به اتهام سرقت به اون بازداشت میکنن. و اون دو تا پسر جوون
اونا رو از زیر خاک در میارن. نه، یه آقای به اسم حشمت فکر کنم با انگلیسی ها بوده. و یکی از اون جوان ها تو زندان میمیره، نه؟ بله بله، مصطفی. مغزم گرد شد. تاریخ داره دوباره برام باز میشه. اون موقع مثل توپ صدا کرد. تیتر اول همه نشریه ها. اینا رو از کجا میدونن خانم موشی؟ توی یه فیلمی یه پیرمرد فرتوت اینا رو تعریف کرده. فیلم؟ چه فیلمی؟ یه فیلم مستند. اسمش چی بود؟ اسم فیلم؟ نه، اون فرد فرتوت. اسماعیل. اسماعیل. حالا واقعیه؟ من باید فیلمو ببینم. اگه همون اسماعیلی باشه که تو فکر منه، ولی این گرد